در این ویدیو با هم یک مثال حل خواهیم کرد که خیلی مثال جامعی است نسبتاً. هم تلفات موضعی درش هست، هم تلفات طولی هست. هم سعی خواهم کرد که به واسطه این مثال نحوه عددخوانی از دیاگرام مودی رو به شکل عملی نشون بدم و هم مسئله رو به شکل سعی و خطا تبدیل کنم که ببینید چطوری میشه سعی و خطا کرد، پارامترهای مختلف چقدر تاثیرگذار هستند. مثلا ما میگیم که قطر خیلی تاثیر زیادی در تلفات در داخل لوله ها داره. خب اینو به شکل عملی در قالب این مثال میتونیم ببینیم. هندسه مسئله یک چنین چیزی است که یک مخزن بزرگ دارم در سمت چپ و یک مخزن بزرگ دیگر در سمت راست. علت اینکه میگم بزرگه به خاطر اینه که سطح مقطع آب در داخل اینها با تغییر با دبی که خارج میشه تغییر چندانی نکنه. یه استخر بزرگ این وره، یه دریاچه هم اون وره، که خب هر چقدر از اینجا دبی خارج بشه از طریق این لوله تأثیری تو سطح آزاد آب نخواهد داشت. اختلاف سطح آزاد آب در دو مخزن برابر با اچ هست. طبق همون چیزی که میبینید یک لوله ای این دو مخزن رو به هم دیگه متصل کرده به قطر دی، طول ال، سیال ویسکوزیتش میو هست و چگالیش رو هست. ستون فقرات حل مسئله در این فصل معادله انرژی است که بین دو نقطه که معلوم الحال هستند باید نوشته بشه. خب نقطه شماره یک و نقطه شماره دو مشخصه. انرژی مکانیکی در نقطه شماره یک برابر است با انرژی مکانیکی در نقطه شماره دو به علاوه تلفات. خب اگر پمپی بود من اینجا باید هد پمپ رو میذاشتم. اگر توربین می بود مثلا اینجا فرض کنید یک اصلا توربین همین جوری کار میکنه دیگه، یک سدی است آب پشت سد که از اینجا میاد و از توربین رد میشه، یک هد خروجی داریم. خب اینجا هد توربین وارد بازی میشد که اتفاقا در درس توربو ماشین من خیلی کامل اینو حل کردم و راجبش صحبت کردم. اینجا حالا جزبه فعلا هیچ چیزی وجود نداره. حالا اگه شما بخواید آب رو از سمت راست به سمت چپ بفرستین، چون ارتفاع آب در سمت چپ بالاتره، به شکل خود به خودی جریان از سمت چپ به سمت راست ایجاد میشه. اگه عکسش رو بخواید ایجاد کنید باید پمپ قرار بدید اینجا که انرژی تزریق کنید تا آب از این قسمت به سمت بالا حرکت کنه. چیزی که ما داریم ثقلیه، در اثر شتاب جاذبه از جایی که ارتفاع بیشتره به سمت پایین حرکت میکنه. معادله انرژی رو می‌نویسم. فشار نقطه یک اتمسفر رو بازه. حتی میتونست مسئله سطح آزادش با هم یکی باشه و مخزن سمت چپ تحت فشار بسته باشه، تحت فی هوایی که روی سطح قرار میگیره متراکم بشه و با اینکه سطح آزاد آب یکیه ولی به خاطر فشار بیشتری که در سمت چپ دارم جریان از سمت چپ به سمت راست ایجاد بشه، که در اون صورت باید شما فشار نسبی رو اینجا لحاظ میکرد. ولی الان چیزی که من دارم هر دو طرف اتمسفر با هم ساده میشه. سرعت سطح آزاد هر دو مخزن هم که برابر با صفر هست، فقط اینجا زد یک اینجا زد دو رو دارم و البته هدلاس هم اینجا دارم. و خود هدلاس دو بخش داره، تلفات طولی افل دیوم ویدو دو جیوم این جی رو فراموش نکنید، علاوه تلفات موضعی که به صورت سامیشن کا ویدو دو جیوم دوباره نوشته شده. من تلفات موضعیم یک ورودی هست با گوشه تیز و یک خروجی هست. خروجی رو که میدونید کاش برابر با یک، چون کل انرژی جنبشی تلف میشه. در ورودی با گوشه تیز از جداول و شکل البته بیشتر شکلی که در مراجع وجود داره کا برابر نیم به دست میاد، پس این سیگما کایی که دارم یک و نیم خواهد شد. معادله در نهایت به این تبدیل میشه که زد یک منهای زد دو مساوی هدلاس، یعنی آن ارتفاعی که اینجا دارم صرف تأمین تلفاتی میشه که در داخل لوله وجود داره، چون جای دیگه که سرعت که تغییر نکرده، فشارم که تغییر نکرده، خب قطعا این اختلاف ارتفاع باید صرف غلبه بر تلفات بشه. خب اینو میشد از همون اولم نوشت این رابطه رو که اچی که اینجا دارم برابر است با هدلاس. هدلاس هم خودش دو بخش داره که در روش حل مسئله از این به بعد میخوام وارد فایل اکسل بشم، ولی خب میدونم که دبی برابر است با وی در آ پی چهارم دی به توان دو هست، عدد رینولز تعریفش رو میبینید، ویسکوزیته سینماتیک هست، اپسیلون ریلیتیو رافنس، اپسیلون حالا استار نشون دادم، نسبت اپسیلون تقسیم بر دی هست. به کمک اینها شما و دیاگرام مودی می توانید اف رو به دست بیارید. مثلا چگالی آب و 1000 کیلوگرم بر متر مکعب بگیریم، ویسکوزیته دینامیکش رو 1000 پاسکال ثانیه بگیریم و طول لوله رو 50 متر تصور کنید چقدر، نسبت به اعداد حس داشته باشید که لوله 50 متری دارن و قطرم 30 سانت تقریبا اینقدر میشه، نسبتا لوله قطوری اینجا دارم من، یک لوله قطور که به طول 50 متر دو تا مخزن رو یا یک دریاچه رو به یه مخزن به استخر
داره متصل میکنه. و البته جنس لوله فولاد تجاری کامرشال استیل هست که اگه به جداول مراجعه کنین 45 هزارم میلیمتر، عدد رو بدونید زبری حدودا چقدره. ببین میلیمتر باید تبدیل به متر بشه، من 3 تا صفر اینجا اضافه کردم ممیز و 3 تا هول دادم اینور، چون میلیمتر در جداول. اینا اشتباهات رایجی است که بچه‌ها استفاده می‌کنن، همون 45000 رو میزنن در صورتی که اون میلیمتره. این داده هایی است که ما داریم. حالا من در اینجا میتونم از شما مقدار اچ رو بخوام و دبی رو بدم، بگویم دبی که از این لوله منتقل میشه فلان قدر است، شما اچ رو به من بدید. اگر متدولوژی حل رو دقت کنی، چون دبی داده شده و قطر داده شده، این مسئله سعی و خطایی نیست، به راحتی اچ قابل محاسبه کردن هست که الان در فایل اکسل بهتون نشون میدم. همین مسئله رو میخوام معکوسش کنم، این دفعه اچ رو بدم و کیو رو بخوام، این مسئله دیگه دوچار سعی و خطا خواهد شد. پس دو مسئله الان اینجا حل خواهم کرد. اگه اجازه بدید وارد فایل اکسل بشیم. دبی رو من دادم اینجا 125 هزارم متر مکعب بر ثانیه یا 125 لیتر بر ثانیه است، این داده شده. پس این مسئله سعی و خطایی نیست. قطر 30 سانتی متر بود، تبدیل واحد رو دقت کنیم میشه 0.3 متر. مساحت رو خودش حساب میکنه، به این فرمول دقت کنین، پی دی دو چهارم، این دیه دیگه، پی دی دو چهارم که برابر با 0.07 متر مربع خواهد شد. طول لوله رو داده 50 متر. سرعت به کمک دبی و مساحت به دست میاد که دبی اگه دقیقا ای دو هست تقسیم بر مساحت مقدار سرعت که حدودا 1.76 متر بر ثانیه عدد منطقی است. من گفتم که اعداد رو اجازه ندید شما رو فریب بدن، بدونید حدودا چقدر هست. اگه اشتباه کردید، اگه اینجا به جای 0.3 متر 30 سانتی متر میذاشتید، خب عدد یه چیز پرت و پلایی به دست میاد. عدد 1.76 منطقی است، سرعت منطقی است در داخل لوله ها. ویسکوزیته رو که اینجا ویسکوزیته سینماتیک، اینی که میبینید عدد رینولز رو حساب میکنیم با توجه به قطر در سرعت تقسیم بر این بنفشی که اینجا عددش نشون داده نشده، این بنفش تو مخرجه، این آبی سرعته، این قرمزی که میبینید زرشکیه چیه 0.3، عدد رینولز رو به من داده، خب آشفته است. زبری از جدول عدد خانی کردیم، جداولی که در داخل کتاب از زبری نسبی میشه حاصل تقسیم اپسیلون به قطر که به این شکل به دست آمده است، 3 تا 0.15. حیفا به خاطر یه دونه صفر و اینا جواب اشتباه باشه. خب حالا اینجا من باید برم مراجعه کنم به دیاگرام مودی برای این 3 تا 0.15. اگر من دیاگرام مودی رو بیارم، بله اینجا اینا زبری های نسبی هستن که اینجا میبینید، محور افقی عدد رینولز، محور عمودی فریکشن فاکتور هست، این خچین جایی است که دیگه منحنی افقی شده، فولی راف ریجن یا بهش میگیم کامپلیت توربولنس، و اینجا ناحیه ترانزیشن از آرام به آشفته است، اینم همون خطی 64 بر رینولز است که اینجا نوشته. من باید عددی که دارم اینجا قرار میگیره، یعنی 1.5 ضرب در 10 به قوه منفی 4 است، بین این دوتا منحنی باید بیام و عدد رینولزی که در قسمت قبل داشتیم رو که تقریبا هست 5.5 ضرب در 10 به قوه 1 2 3 4 5. حالا این عدد اینجا رو دارم براتون نشون میدم، اگه این اینجا باشه، این الان 1.5 ضرب به قوه 5 2 3 4 5 تقریبا اینجا هستیم. اینو اگر بیام بالا و با اون تقاطع بدم اینجا میشه تقریبا، اینو میام همین بین این دو تا عدد میافته، وسط رو باید بیام تا تقاطع کنه با اینجا، اگه افقی برم به عدد 15000 خواهم رسید. این نحوی عددخوانی به شکل تصویری اصطلاحا. اما خب ما اینجا فرمول من نوشتم، خب میدونید که دیاگرام مودی فرمول هایی داره. اتفاقا من اینجا دیاگرام مودی رو از ویکی‌پدیا آوردم که این میبینید چیزی که در اینجا هست، فرمول هایی که داده تقریب هایی است که شما میتوانید به جای رابطه کولبروک هست. این رابطه کولبروک خب دو تا اف توش هست، مشکل داره، نمیشه به شکل صریح فازش به دست آورد. اینجا حتی در مورد سالوینگ سولوشنش هم صحبت کرده، ولی بجز اون یک سری اپراکسیمیشن، یعنی فرمول های جایگزین برای رابطه کولبروک داده، مثلا یکیش این دوتا خیلی زیاده، یه جدولی در انتها قرار داده. در اینجا من از این استفاده کردم که ببینید F فقط در اینجا قرار گرفته، شما اگر رینولز رو بذارید داخل این فرمول اینا به راحتی میتونید F رو به دست بیارید. اگه بریم به فایل اکسل، من همین 25 صدم تقسیم بر لوگ
این اپسیلون دیوم تقسیم بر 3 ممیز 7 و ایناست دیگه، 25 سم همینو من این فرمول اونجا تایپ کردم به توان 2، همون عدد تقریبا 15000 رو به من داد. یه دونه دیگرم برای دستگرمی اینجا انجام دادم که این یکی دیگه از این فرمول هاست، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم این باشه، با کمک این هم به دست آوردم. خب این یه مقدار عددش متفاوته با این، ولی خب من از همین تو حل مسئله استفاده کردم. پس از اینکه F رو حساب کردید شما، برگردیم به اینجا. خب باید تلفات رو حساب کنید. F رو الان با هم به دست آوردیم، طول لوله مشخصه، قطر معلومه، سرعت متوسط به دست اومد، این هم که 1.5 بود و سرعت متوسط هم که داریم، میتوانید به راحتی هدلاس رو به دست بیارید که هدلاس همون H است. در نتیجه من هدلاس طولی major رو اینجا دارم، این F کارین رنگاشو دقت کنید، D طوله، FL دیوم این بنفشی که میبینید قطره، این ای دو ویه، وی به توان 2 تقسیم بر 2 ضرب در 9.8 و هدلاس موضعی 1.5 برابر وی 2 تقسیم بر 2 جی که این هست. اولا دقت کنین که اینا چقدره، تلفات طولی تقریبا 0.4، تلفات موضعی یه چیز سمایه های مثلا 50%، 55%، یعنی تو این کیسی که ما داریم نصف تلفات طولی تلفات موضعی است. اگه کلش رو در نظر بگید یک سوم تقریبا جمعش میشه کل تلفات که همان H باید باشه، حدود 64 هست که از این 64 حدودا یک سومش تلفات ماینر هست یا موضعی و دو سومش تلفات طولی. اولین قدم اینه که یکم اجازه بدید قبل از اینکه به قسمت سعی و خطا برسیم یکم با این پارامترها بازی کنیم. ببین چرا این عدد اینقدر عدد کوچکی است؟ یعنی شما زیر 1 متر کافی 64 سانت اختلاف سطح آب در این دو مخزن باشه تا 125 لیتر بر ثانیه، خیلی عدد زیادی، 125 لیتر یک ظرف معشتری که یک لیتری هستن این تصور کنید، تو هر ثانیه 125 تا از اینا داره از داخل اون لوله رد میشه. یعنی اگه 10 ثانیه کرونومتر بزنید شما حدوداً یه چیز سمایه های مالا 125 یک متر مکعب باید از اون لوله خارج بشه، یعنی یک ظرف یک متر در یک متر در یک متر در نظر بگیرین، تو 10 ثانیه اون ظرف پر میکنه. یک متر در یک متر خیلی ظرف بزرگی میشه، 10 ثانیه. پس ولی با این که خیلی دبی نسبتاً زیادیست، البته دبی نسبتاً زیادم، خب مثلا تو بحث صد سازی ما تون در ثانیه است دبیامون، در قیاس با اون هیچی نیست، ولی تو کاربردهای خانگی و اینا خب خیلی عدد بزرگی. شما 10 ثانیه شیرابو واکنین چه ظرفی رو پر میکنه؟ خیلی مقدار کمی. ولی برای یک چنین چیزی شما زیر 1 متر اختلاف ارتفاع نیاز دارید تا این اتفاق رخ بده. چرا اینقدر این اچ؟ چون تلفات خیلی کم بوده، چون اچ وظیفه‌ش اینه. چرا تلفات اینقدر کمه؟ به خاطر اینکه قطر لوله خیلی بزرگه. 30 سانت قطر لولتونه. میدونید که قطر هر چقدر بیشتر باشه شدیداً تلفات کم میشه. حالا اجازه بدید یه بازی کنیم با اینا، ببینیم چی میشه. یه آزمایشگاه مکانیک سیالات جمع و جور الان اینجا داریم با هم. فرض کنید من میخوام به جای اینکه همین دبی رو با قطر 0.3 بفرستم با نصف این، یعنی 15، من حالا اینتر رو نمیزنم، فکر میکنین اگه من قطر رو نصف کنم اون ارتفاع زیر 1 متری که داشتم چقدر میشه؟ قطر رو نصف کردم، آیا 2 برابر میشه؟ آیا 3 برابر میشه؟ حالا اینتر رو بزنم شما به اچ نگاه کنید، 17 متر میشه. یعنی شما اگه قطر رو به جای 30 سانت بکنید 15 سانت، به جای حدوداً 1 متر یا 64 سانت و 17 متر اختلاف ارتفاع داشته باشین تا یک چنین دبی رو بتونید از اینجا عبور بدید. چرا اینجوریست؟ چون قطر شدیداً روی تلفات تأثیر گذاره. من تو ویدیوهای مرتبط راجع به این صحبت کردم. حالا فرض کنین همین 0.3 رو بکنم مثلا 0.6. این آزمایشگاه دیگه، رسماً داریم انگار یه وسیله آزمایشگاهی هست. نگاهین تا چقدر کم شد؟ نزدیک 2 سانت، 3 سانت. شما اگه بخواید با یک لوله با 0.6 متر همین دبی رو بفرستین با 3 سانت اختلاف ارتفاع میتونید این کار انجام بدید و این تاثیر قطر رو نشون میده. ولی خب میدونید که قطر زیاد بشه خب فضایی بیشتری میخواییم، متریال بیشتری میخواییم، نمیشه واقعا همیشه اینقدر قطر رو زیاد کرد. دیگه میشه طول لوله رو بررسی کرد. فرض کنیم به جای اینکه من 50 متر داشته باشم مثلا 500 متر طول لولم باشه، نگاه کنیم به اون عدد H، میشه 4 متر.
یعنی به جای زیر 1 متر من 4 متر باید داشته باشم. و بعد جدای از اون نگاه کنید به نسبت تلفات طولی و موضعی. الان تلفات موضعی من هم 0.2 تقریبا هست، ولی تلفات طولی من نزدیک 4 متره، نمیدونم نزدیک 20 برابر تقریبا، یه چیز تو ماهی 20 برابر. چرا؟ چون طول خط لوله من شدیداً افزایش پیدا کرد. حالا به جای قبلا اگه برگردیم به همون 50 متر، حالا اگه فرض کنیم به جاش 5 متر باشه، اچ خیلی کاهش پیدا کرد چون تلفات کم شد، اچ کم شد و اینجا تلفات ماینر یا موضعی خیلی بیشتر از تلفات طولی شد. به خاطر همین هم میگم اسم انگلیسیش غلطه. الان توی چنین کیسی که دارم تلفات میجر من واقعا میجر نیست، مقدار بزرگی نیست، مقدار خیلی کوچکیه اتفاقا. اجازه بدید همون 50 رو پس حفظ کنیم. میشه با ویسکوزیته بازی کرد. اگه ویسکوزیته سیال به جای ویسکوزیته دینامیک، حالا چگالیش رو ثابت فرض کنیم، مثلا 2 برابر کنیم ببینیم چی میشه. سیال عدد خب خیلی چندان تغییر زیادی نکرد، یعنی حالا یه کوچولو، حالا من یه کنترل زد میزنم شما مقایسه کنید، در حد رقم 2 اعشار عوض شد. یا مثلا اگه فرض کنیم مثلا خیلی، حالا 9 مثلا بزنیم ببینیم، خیلی تاثیر زیادی ویسکوزیته روی این داستان نداره. برگردیم به همون داستان. پس سرعت، حالا دبی رو میتونیم مثلا بازی کنیم باهاش. فرض کنیم من به جای این قضیه، به جای این 125، 2 برابر دبی 2 برابر میخوام عبور بدم. به نظر شما این اچ که الان 64 صدومه چه تغییری میکنه؟ 2.46، خب نسبتاً عدد تغییر زیادی که، ولی نه به اندازه‌ای که توی قطر. قطر خیلی تأثیر زیادی داره. شما اگه بخواید 2 برابر این دبی رد کنید، باید 2.5 متر اختلاف ارتفاع بین سطح آزاد مخزن داشته باشید. یا اگر همینو من به جای اینکه 2 برابر کنم، نصف کنم ببینیم چی میشه. مثلا من خیلی 16، یعنی کافیه فقط 16 سانتی متر به جای 64 سانتی متر اونجا داشته باشید تا همین اتفاق رقم با. تقریبا ما همه چیز رو اینجا طول رو بررسی کردیم. زبری هم به نظرم بد نیست یه مقایسه بکنیم. فرض کنیم از یه لوله استفاده کنیم که زبریش 3 برابر باشه، ببینیم این عدد 64 صدوم چه تغییر میکنه. خب تقریبا شد 70، یعنی 64 صدوم شد 70 صدوم. خیلی با زبری تاثیر زیادی تو مسئله نمیزن. این قسمت اول مسئله بود. حالا فرض من این هستش که این مقدار اچی که اینجا هست ما در قسمت قبل به دست آوردیم رو به شما بدم، بگم چه مقدار دبی از داخل این لوله عبور میکنه. این اچی که اینجا هست معلومه مسئله من هست، مقدار دبی معلومه. خب این سعی و خطایی خواهد بود. من در پای تخته کامل اینها رو توضیح دادم که چجوری باید سعی و خطا کنین، چی رو باید حدس بزنین. خب من پیشنهاد دادیم که شما اف رو حدس بزنین. دو تا روش داریم. من اول روش پایین رو توضیح خواهم داد و در ادامه روش دیگر رو خواهم گفت. در قسمت اول شما خب یه اف حدس خواهید زد، همونجوری که من جا 200 حدس زدم. قطر که 0.3 داده شده، مساحت مشابه قبل به کمک قطر به دست خواهد اومد، ال داده شده، اپسیلون و relative roughness محاسبه میشه، اینم ویسکولیت است. حالا در اینجا شما به کمک معادله بقای انرژی می توانید سرعت رو به دست بیارید، یعنی در همین چیزی که اینجا دارم این اچ مساوی هدلاس دیگه. پس تو این رابطه این هدلاس اچ هم داده شده به شما، در این قسمتش رو دارید. اف هم که حدس دارید، ال دی ام رو دارید، دو جی رو دارید، اینجا الان وی مجهول مسئله است، همچنین سیگما کا مشخص، دو جی مشخص وی. پس اگه از این وی ها من فاکتور بگیرم، ضرایب بغلش میشه اف ال دی ام تقسیم بر دو جی، سیگما کا تقسیم بر دو جی. هدلاس هم که دارم مقدارش 64 صدم هست، اینو به این تقسیم کنم یه رادیکال بگیرم، سرعت رو به کمک مقدار افی که حدس زدم میتوانم محاسبه کنم. اینجا دقیقاً این کارو کردم. ناگهان این فور، اینی که اینجا میبینید الان SQRT، این دقیقاً همون معادله بقای انرژی است که من سرعت رو داده. چون اف هم غلط بوده، سرعت هم غلطه دیگه، باید 1.76 به دست میکشید. حالا به کمک این سرعت میتونم عدد رینولز حساب کنم. این چیزی که اینجا میبینید فرمول عدد رینولز به کمک سرعت، ویسکولیتی سینماتیک و قطر. و بعد به کمک این سرعت
و این داستانی که دارم سرعت خوب داشته باشم میتونم دبی رو به دست بیارم دیگه، این دبی است. حالا عدد رینولز مشخصه برای شما، این دبی به کمک این سرعت جدید و مساحت به دست اومده. حالا در اینجا شما سرعت رو دارید، عدد رینولز رو دارید، اپسیلون دیوم هم دارید. مراجعه کنید به دیاگرام مودی، چارت مودی، بکن با این عدد رینولزی که دارید و با زبرین اسپی که دارید اف رو حساب کنید. من اینجا از فرمول استفاده کردم برای اینکه به دیاگرام مراجعه نکنم، پس همین فرمولی که در قسمت بالا توضیح دادم استفاده کردم. پس از اف 200 شروع کردم به اف 15، یعنی حدس بعدی اف هم شد 15000. از F به کمک معادله بقای انرژی سرعت رو به دست آوردم، از سرعت عدد رینولز رو به دست آوردم، با عدد رینولز جدید و اپسیلون دیومی که داشتم مراجعه کردم دیاگرام مودی، F جدید رو محاسبه کردم. حالا همین محاسبه رو با F جدید تکرار میکنم. در سطر بعدی همین Fی که ناکن اینو نوشتم، این مساوی این، یعنی حد مقدار F آوردم گذاشتم پایین، همون پروسه رو تکرار کردم. به کمک Fی که داشتم و معادله بقای انرژی سرعت جدید به دست اومده که ببینید خیلی نزدیک شد، 1.76، و بعد با این سرعت عدد رینولز محاسبه شد، اپسیلون دیوم که ثابت بود. به کمک اینها به دیاگرام مودی مراجعه کردم و مقدار اف جدید رو محاسبه کردم که اف جدید شما خیلی نزدیک هستش به اون مقداری که باید باشه، اف 0.149، یعنی دقیقاً خیلی با اختلاف خیلی خوبی اینها به هم رسیدن. حتی مقدار تلفات موضعی که 23 بوده رو 23 حساب کردم، 39 که بوده 39 حساب شده، مقدار دبی هم که باید 125 حساب میشه 124 حساب شده. حالا کافیه من همینو کپی پیست کنم اینجا، ولی اینو مساوی این بذارم. ببین چقدر دقیق دارید، یه کاملا 125 رو برای من تو تکرار بعدی. به این یک روش هستش که میتونید شما از F شروع کنید به F جدید برسید، اینو هی تکرار کنید. روش دوم رو هم در ادامه خواهم گفت که بر اساس اپسیلون پایه‌ریزی میشه. در قدم اول من خب افی که دارم، من یه عدد 15000 هم همینجوری حد زدم. قطر رو داده بود به شما، مساحت که همچنان به کمک فرمولی که دارید از قطر به دست میاد، طول داده شده بود، اپسیلون مشخص، اپسیلون ریلیتیو رافنس به دست میاد، ویسکولیتی هم مشخص. اما اینجا رو دقت کنید، شما اف رو حد زدین، زبرین اسپیر هم دارید، باید به کمک دیاگرام مودی عدد رینولز، حالا من اجازه بدید یه عدد دیگه حدس بزنم یکم فرق بکنه، مثلا 16000 حدس میزنم، این عدد رینولز رو شما به دو شکل میتونید به دست بیارید. یکی از همون روابط صریحی که به شما دادم در این قسمت، اینجا شما در این فرمول به جای اینکه رینولز رو داشته باشید، اپسیلون دیوم رو داشته باشین، اف به دست بیارید، این دفعه اف رو دارید، اپسیلون دیوم رو دارید، رینولز رو باید به دست بیارید. یکی اینه، یکی هم اینه که به دیاگرام مودی مراجعه کنید، اف رو دارید، اپسیلون دیوم هم دارید، عدد رینولز مجهول مسئله شماست، نوع عدد خانیتون عوض میشه از منحنی. خب من اینجا اتفاقا به کمک فرمول این کار حساب کردم، این فرمولی که اینجا تایپ کردم دقیقا معکوس همون فرمولی است که در قسمت بالا ازش F1 رو به دست آوردم، وارونه حساب کرد. حالا شما میتونید با 16000 و اپسیلون دیوم مراجعه کنید به دیاگرام مودی، ببینید اگه اینجا 16000 یکم بالاتر هست و با همون عدد یه جایی وسط بیاید برسید به 16000، عدد رینولز شما اینجا به دست خواهد اومد. که اگه به فایل اکسل مراجعه کنید یک چنین چیزی است، 2.8 ضرب در 10 به قوه 5 است. و بعد به کمک عدد رینولز سرعت رو به دست بیارید. در داخل عدد رینولز سرعت دارم، اینو مجهول منه، نور رو به رینولز ضرب کنید، به دی تقسیم کنید که من دقیقا این فرمول اینجا نوشتم، سرعت به کمک اون به دست میاد. و بعد مقدار هدلاس میجر با توجه به افی که حد زدید و سرعتی که به دست آوردید بر اساس اون اف حد زده شده، هدلاس میجر به دست میاد، هدلاس ماینور هم به همین شکل بر اساس سرعت متوسط به دست میاد، جمع این دوتا باید بشه هد که جواب 63، این داده شده. آیا جمع این دوتا این میشه؟ نه، یه اپسیلون ایجاد میشه که این اپسیلون مقدار تفاضل آن اچیست که باید باشه با مجموع این دوتا که اون اچیست که به دست اومده. مشاهده میشه که مجموع این دوتا به اندازه 44% کمتر از اچه، پس شما تلفاتتون رو کمتر پیش بینی کردید. خوب دقت کنید، چون اچ منهای تلفات باید صفر باشه، الان اچ منهای تلفات یه عدد مثبت شده است. خب دبی هم که بر این اساس حساب شده رو خب میتونید به دست بیارید بر اساس حاصل ضرب مساحت در سرعت، این میشه دبی که بر اساس این جوابو میدونید چیه، 125000 این شده.
حالا اینجا قسمت هوشمندانه قضیه است. شما که میدونید این عدد اپسیلون مثبت شده، باید اف بعدی رو به طوری حدس بزنید، به گونه ای حدس بزنید که این مقدار اپسیلون منفی به دست بیاد. خب شما الان تلفات رو کم پیش بینی کردین دیگه، مقدار تلفات رو به اندازه 44 صدام کم، پس تلفات رو باید بیشتر بکنید. حالا اگر نکنین، اگه اف من کم بکنم چی میشه؟ اگر به دیاگرام مودی مراجعه کنید، اگه اف رو کمش بکنم، یعنی بیام پایین، محل تقاطع من با عدد رینوز در عدد رینوز بالاتری خواهد بود. منحنی نزولیه دیگه، اگه اف کمتر باشه عدد رینوز بزرگتر خواهد. اینجا اتفاقا همین رو میبینید، عدد رینوز شما افزایش پیدا کرده، رقم اشارش یه دونه زیاد شده، 1.226 شده. وقتی عدد رینوز زیاد بشه، خب سرعت زیاد میشه. شما میدونید که سرعت افزایش سرعت یعنی افزایش تلفات. پس اگر من اینجا تلفات رو کم پیش بینی کردم، باید سرعت رو افزایش بدم. دقت کنید که سرعت چقدر بود، 1.7 بود، اینجا سرعت تقریبا 1ه، پس سرعت من کمتره. باید یک جوری حدس بعدی رو بزنم که سرعت زیاد بشه. برای اینکه سرعت زیاد بشه، باید عدد رینوز زیاد بشه. چون منحنی نزولیه، پس باید اف کاهش بدم که عدد رینوز زیاد بشه، که سرعت زیاد بشه، که تلفات زیاد بشه و این بالانس به هم نزدیکتر بشه، اچ و تلای اپسیلون من به صفر نزدیک بشه. پس اومدم اف کردم 14000، اکسل خودش حساب میکنه همه رو. مجددا از فرمولی که داشتن مقدار عدد رینوز بیشتر شده، یعنی حالا اتفاقا میتونید از دیاگرام مودی هم همین کارو بکنید، یعنی با 14 تقریبا با 14000 اگر مراجعه کنیم به دیاگرام مودی، یه کم کمتره دیگه، یه جای اینجا هاست، اینم که این وسط رو بیاین اینجا ها میشه تقریبا این 10^6 و یه کم بیشتر از 10، یه کخورده ای زب در 10^6 میشه که 14000 همین رو دقیقا فرمول به من داده، 1.2 و سرعت شده 4.5، خیلی بیشتر، نزدیک 2 برابر به دست اومده و هدلاس بیشتر شد همونجور که انتظار داشتم، هر دوتاش بیشتر شد. این که مقدار داده شده است، جمع این دوتا این دفعه از این 63 بیشتر شد، مقدار منفی شد و دبی هم که بر این اساس به دست میاد اینقدر. حالا میخواهم یک میانیابی بکنم روی اپسیلون صفر، مقدار اف و اینجا جوری به دست بیارم که مقدار میانیابی من مقدار صفر رو بده، که من دقیقا این کار کردم اینجا. حالا مثلا برگر حالا بعد نیست اینو 15ش کنیم ببینید چی میشه، میانیابی رو انجام بدید. من این فرمولی که الان اینجا میبینید و خودتون دیگه مثل کاری که جداول ترمودینامیکی انجام میدادین دیگه، یعنی باید مقدار اپسیلون صفر باشه، پس این اف چقدر باشه، که با این فرمولی که اینجا حساب کرده ممیز 14.98. مقدار اف واقعی من اگه از اینجا نگاه کنید ممیز 14.93، یعنی خیلی نزدیک شدیم به مقدار. بر این اساس اف جدید سومین بار همین پروسه رو تکرار میکنم. عدد رینوزی که به دست اومد اینه، خب میدونید که عدد رینوز باید این باشه، 53.532 الان 51.3405 شده، سرعت 1.71 شده که بد نیست، 1.76 و مقدار هدلاس میجر، هدلاس ماینر به دست اومده، این که داده شده، اختلافش خیلی که مقدار کمی شده، نزدیک 300 شده و بر این اساس مقدار دبی که به دست اومده تقریبا 120 لیتر بر ثانیه است، جواب دقیق من 125 لیتر بر ثانیه است. حالا یه کار دیگه میتونید بکنید، اگه وقت داشتید سر امتحان این مقداری که اینجا هستید و چون این مقدار مثبتی شده جایگزین کنید به جای مقدار مثبتی که اینجا دارم، یه بار دیگه سعی و خطاتون رو تکرار کنید، یعنی به جای 15000 بزنید 0.1498. خیلی دیگه داره تی داره همگرا میشه، این جواب به سمت 125 داره حرکت میکنه، اینجا دقیقا 120 بود شد 122 و سرعت من خیلی دیگه 170. حالا یه بارم میخواید این کار بکنیم باز، یعنی باز هم اینجا من عددی که این پایین تو اینجا پیشنهاد داده رو وارد میکنم، 14966. خب دیگه واقعا داره همینجوری داره، میگم پروسه همگرایی، ولی همون بار اول هم برای ما کافی است. اگه هوشمندانه اولا اف و جوری انتخاب کنید که درست باشه. خب یه راه دیگه ای که باز پیشنهادی که ما داریم، چون شما میدونید مقدار اپسیلون دیوم یا ریلیتیو رافنس چقدر هست، 3.15، شما میتونید بیاید از دیاگرام مودی این مقدار بین این دوتا رو اینجاست دیگه، تقریبا همین رو انتخاب کنید، می عدد 14000، چون در این ناحیه فرض کنید تو این ناحیه هستید، وسط اینا رو اگه اینجوری برید میرسید به همون 14000. ما عدد 14000 رو می که تو اکسل دید و اینجوری
یه جورایی انتخاب کردن به کمک یه راف اپسیلون در ناحیه فولی راف ریجن، یه مقدار بیشترش رو هم به دست آوردیم. یه حالا شما میتونید اینو بذارید 16 مثلا، خب این عدد مثبت میشه، این عدد منفی میشه. چه ممکنه شما اینو مثلا با 17 اصلا حدس بزنید، این عددا رو دقیق کنید اینجا چی میشه، اختلاف نه. به هر حال یه میانیابی میکنین، حدس بعدی اگه 17 بذارید خب خطاتون یه مقدار زیاد میشه.